بینندگان عزیز، شما گزارش دیدن. اکنون هم میپردازیم به اینکه استفاده از رسانه‌های اجتماعی و کامپیوترها و همچنان گیم‌هایی که در کامپیوتر است چقدر میتونه بالای اذهان و افکار کودکان و نوجوانان تاثیر سو و عمیق داشته باشه. از دکتر صاحب ناهید نصرت عزیز، متخصص و استاد روانشناسی در واشنگتن دی سی پرسان میکنیم. دکتر صاحب سلام و خدمت شما و برنامه خوش آمدین. عیدتان مبارک. عید شما مبارک باشه دکتر صاحب مشرف. یک جان ممنون که ما رو به برنامه خود دارین امروز. دکتر صاحب خبرونه ته ډیر ښه راغلاست. اختر مو مبارک سه. هله ده چې د اختر شپې ورځې په خیر در باندې تیر سوي. را مو سوې دي ته دکتر صاحب چې لکه څنګه چې مشرف جان وویل، دا اندیشنه څومره معقوله ده چې د ټولنیزو رسنیو کارول په ماشومانو کې رواني ستونزې رامنځته کوي؟ خب یک بسیار بحث گسترده می باشم. بسیار با خلاص برتان میگم که نتایج گزارش های یک تحقیقاتی که در این اواخر نشان داده، تقریبا 75% از نوجوانان در شبکه های اجتماعی دارای پروفایل و پیچ های مختص به خودشان هستند و در واقع میتونه که از آن نمود که این روزها رسانه های اجتماعی بخشی از زندگی روزمره را تاثیرگذار باشه. همچنان این گزارشان نشان میده که 91% از نوجوانان هر روز شبکه های اجتماعی بازدید میکنن و بیش از 1/3 نوجوانان هر روز چندین بار از شبکه های اصلی اجتماعی خود بازدید میکنن که این چی یک تاثیرگذار میباشه بر مغز که انکشاف میکنه، رو به انکشاف است. معلوم دار طوری که میفهمین اطفال و نوجوانان مغزشان انکشاف آخری نکده و همیشه به تحول بباشه که این بسیار باعث نگرانی ما میباشه. چرا؟ از یک طرف میتونیم که بگویم که ای امی خود دیدن از این شبکه های اجتماعی امکانات زیاد داره که کاملا اعتیاد آور است و تحقیق توسط محققان نشان داده تقریبا گفتن که بخش های خاصی در مغز نوجوانان است که ما او رو شاید انگلیسی برتان بگویم که به نام ventral striatus میگن که ای در اونجا امی نورو ترانسمیتر های دوپامین و اکسیتوسینه که هستن اینا به فعالیت میفتن. وقتی چطور به فعالیت میرسن؟ هر باری که اینا به بخشای خاص خود برن و به صفحات اجتماعی خود برن، میبینن اینا لایک گرفتنه، باعث میشه که اینا دوپامین امو مقدارش زیادتر بلند رفته باشه و هر دفعه یک حالت خوشی برشان بیه. حالت خوشی که برآمد اینال دفعه دوم چقدر از او زیادتر داشته باشه که امو خوشی کم زیادتر شوه و امی بروز دوپامین باعث میشه که بسیاری وقتا اعتیاد آور باشه و این مرکز تقریبا برتان بگویم چیز یک پاداش اجتماعی بر آدم میده، چون که نوجوانا تمام انکشافشان از ایست که چطور به اجتماع اونا امرشان رفتار میکنن و چطور برشان میگن که تو جوان خوب استی، تو خوب صورت استی، تو لایق استی، تو انتلیجنت استی اینا. و از این جهت ای باعث میشه که هر لایک که اینا دریافت میکنن ای در شبه های اجتماعیشان باعث میشه که اونا از رسانه های اجتماعی بیشتر استفاده کنن و در واقع هر چقدر میزان لایک ها و کامنت ها بیشتر میشه، فرد به خود حضور پررنگتری در این فضا پیدا میکنه و باعث میشه که اینمی یک دایره میشه که بالاخره اصلا دوامدار شه و هیچ تقریبا نتونن که ایره استاپ کنن. ممنون. دکتر صاحب، پیامدهای این روند بالای اذهان و افکار کودکان و نوجوانان چی بوده میتونه؟ معلم دار تاثیرات بی اندازه زیاد و عمیق داره. اول خودش اعتیاد باعث میشه که اینا افسرده باشن، افسردگی باشن بیایه، استراب بیایه، حسادت بیایه و از نگاه روابط اجتماعیشون تاثیر گذار است. میفهمیم که اگرچه که مثلا رابطه افسردگی با در قسمت شبکه‌های اجتماعی هنوزم 100% کشف نشده، اما باید بگویم که ممکن است که افزایش علائم افسردگی از جمله کاهش فعالیت‌های اجتماعی و افزایش تنهایی همراهش بیاید. مثلا وقتی که ما 24 ساعت پیش کامپیوتر یا به همراه تلفن خود می باشیم و اصلا رابطه اجتماعی نرمال طبیعی نمی داشته باشیم، این باعث میشه که خود انکشاف مغزمون به یک حالت بره که خود تنها است کنیم و
و ای باعث میشه که از امی زمانی که باید ما استفاده کنیم، بیرون بریم، امرای دیگر روابط اجتماعی داشته باشیم، اصلا خودت به انزوا حس میکنی و بسیار یک حالت افسردگی شدید برشان میه. و به این اساس است که در امریکا تنها اگر ما این امارش رو ببینیم، از هر سه نوجوان یک نوجوان هم استراب داره و هم افسردگی داره، که بسیار واقعا حالت انزوا است، حالت بسیار خراب است. و همچنان اشخاصی که استراب مالمدار به طوری با وجود میاد که به خاطر از اینکه یک پاسخگوی دیگه ندارن غیر از اینکه مثلا کامنت های بسیار خراب بشنون، یا اینکه بشان کامنت هایشان لایک نشه، و مالمدار احساس فشار به خود میکنن، و همچنان این فشار باعث میشه که مالمدار استراب زیاد شوه. و متنای بسیار امی خود جایای شبکه های اجتماعی متنای بسیار کوتاه می باشه، باید خوب باشه، باید عکسای بسیار خوبتر، فیلترهای بسیار خوب برش بانن، و این باعث میشه که زود خود به کار بندازن مغز خود و زود کامنت بتن، و این خودش امی فعالیت زود و بدون نزدیک سرش زیاد ازدارد عمیق فکر کنن، استراب زیاد میکنن و نمیتونن بر خود فرو برن و همچنان راجع به این که چطور مکس کنن، و امی باعث میشه که در اینترنت زیادتر بیشتر استفاده کنن. برحال شبکه اجتماعی به نوجوانان یک منبع استراب شدید می باشه، و همچنان دیگه کمبودی خواب به این نشان داده که مالمدار نوجوانان ما به اندازه زیاد به خواب کامل و سالم ضرورت دارن. ببین مغز به طور انکشاف میکنه که خواب خوب و آرام داشته باشیم، و حال نشان میده که نوجوانان بسیار شباره تا صبح بشینن، و خصوصا دخترها نسبت به پسرها زیادتر به می چیزا آغشته هستن، و همچنان اونا زیادتر استراب و افسردگی برای خانم ها، دخترها و نوجوانان خانم ها زیادتر پیدا میشه، به خاطر از اینکه خودم میخواین مقایسه کنن با عکسایی که میبینن، و اصلا این عکسا مالمدار طبیعی نیست. و دیگه تاثیراتش سر حسادت میشه. ما حسادت یک نوع حس عاطفی عادی است که همه افراد دارن، اما وقتی که این مدیریت را به این نوع حس نباشه، براحتی به یک حسادت ناسالم تبدیل میشه، و در رسانه های اجتماعی حسادت ها خودش بیشتر به دنیای واقعی بروز میده، و متاسفانه میسته که مثلا رابط های اجتماعیشان بسیار زد به یک حالت مبهم میره، به یک حالت بسیار منفی میره، و اصلا احساس اعتماد به نفسشان کم میشه، و خود به یک دیدگاه بسیار منفی میبینن، که این مالمدار عاقبت و آینده بسیار وخیم داره متاسفانه. دکتر صاحب نهید ستاسیه کور بودن. دکتر صاحب، اکثر میندی او پلرونه خپلو ماشومانو ته د دوی د ذهن د ارامۍ لپاره آیپاد یا ټلیفون ورکوي، نو څنګه کولی سي چې ماشومان د ټلیفون د بشپړه کارولو څخه مخنیوی وکړي؟ جواب بسیار مغلق داره، اما فکر نکنم که تنها این کار پدر مادر باشه، اما مهمترین کار پدر مادر میتونن. ببینین وقتی که مالمدار ما احساس همدلی دارن به پدر مادرایی که مصروف کار میباشن، وقت ندارن که اطفال خود مثلا زیادتر مشغول کنن، اما این چیزایی است که به زیر دست پدر مادر بسیار 100% است. مثلا باید که وقتی که اینا به شبکه‌های اجتماعی داشته باشن، وقتش برشون معین کنن، از نیم ساعت در یک روز اجازه نداری و باید بیرون مثلا بازی کو، برو مثلا مغزت در امرای نشتن، امرای خواندن، امرای کتاب خواندن اینا بگو. عین زمان ای تنا به طور گفتم ممدلی بسیار مخصوص دارم امرای پدر مادرها، چون اونا هم کنترل از دستشان میره. بعضی اوقات پدر مادر هم میخواین که کمک استراحت کنن، و شاید بگوین که بیشتر همی برو کامپیوتر و آیپد اینا به دستان باشه. ما زیادتر غوری که زیادتر سر مسائل که بسیار زیادتر غور میکنم سر خود مسئولیت این شبکه های اجتماعی است. اینا غیر از پول در آمدن هیچ چیز دیگه برشان مهم نیست، و این بسیار مهم است که این صحبت ها را امرای فامیل ها داشته باشیم و اونا را آگاه کنیم که رفتن به این شبکه ها مجبور نیست مثلا یک طفل مانند هم میتک فقط بره و خوش بگذرانه پس بیایه. این معتاد داره، معتاد باعث میشه که دست آلت که نوجوانی شون یا حتی بلوغ کنن و باعث یک نفر
بزرگ سال شوند، اینا زندگی عمومیشان به ازا زیر تاثیر قرار میده. ممنون. دکتر صاحب، اگر بسیار کوتاه بگوین، به عنوان یک روانشناس، یک متخصص، پیام شما به خانواده ها و جوانانی که همیکنون ما شما را از طریق از این برنامه میبینن چی است؟ چیزی که پدر مادر میتونه نیسته که بسیار حدود بسیار منظم بر اطفال خود بیارن، بگوین که مثلا خب در صبح اگه میخوایی نیم ساعت اجازه داری، بعد از چاش نیم ساعت اجازه داری. در عین زمان امی الکترونیک دوایز خود امراه ام دیگه باشن در یک اتاق و ام دیگه ببینن که اطفالشان چی را میبینن، به زیر نظارشان باشه. بدون زیر نظاره باعث میشه که اطفال واقعا بعضی وقتا ویکتیم اشخاص میشه که میتون از نام بسیار استفاده های خراب کنن. همه چیز مربوط به فهمیدن این موضوع قرار دارن. به نظر ما در اجتماع عمومی افغان ها یا امریکا، هر اجتماعی که باشه، مسائل تربیت و ایژوکیشن بسیار مهم است در این رابطه. و متاسفانه راه های بسیار وجود داره که متاسفانه راه انفرمیشن خوب خود نمیتونن هزار جای سالم بگیرن. و ما امیدوار هستم که بتونن پدر مادرها در این مورد زیادتر غور کنن و بگوین که این مسئله رابطه یک راه حل نیست که چطور اطفال مشغول شوند. و امیدوار هستم که یک روز بتونیم این موضوع را حل کنیم. اما میفهم، درک میکنم یک مشکل بسیار عمیق است. دکتر صاحب نهید جهان، سپاس از حضورتان در برنامه. سپاس کروادان. دیر مننه دکتر صاحب نهید. تشکر. خدا